همسرایان آزادی، زندانی سیاسی آتنا دائمی. آتنا دائمی سال 1367 در تهران به دنیا آمد. او به دلیل فعالیت در زمینه حقوق کودکان، دفاع از زندانیان سیاسی و مخالفت با حکم ضد انسانی اعدام در مهر سال 93 بازداشت شد. آتنا دائمی در تاریخ 23 اسفند 93 در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به 14 سال زندان محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت و سرانجام 5 سال آن قابل اجرا اعلام شد. آتنا 16 ماه پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شد و پس از حدود 8 ماه بعد برای گذراندن دوران محکومیتش بار دیگر زندانی شد. روز 14 تیر سال 99 حکم آتنا به پایان رسید. اما پرونده سازی های متعدد باعث شده که او همچنان در حبس و زندان باشد. او بارها در اعتراض به وضعیت زندان دست به اعتصاب قضا زده است. آتنا دائمی به همراه گلرخ ایرایی روز 4 بهمن سال 96 به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. آنها با اعتصاب قضا و پافشاری بر آن بار دیگر در 19 اردیبهشت 97 به بند زنان اوین بازگردانده شدند. آتنا دائمی روز سه‌شنبه 26 اسفند سال 1399 از زندان اوین به زندان لاکان رش تبعید گردید. این زندانی شجاع روز 31 اردیبهشت 1400 در پیامی ضمن رد تقاضای عفو توسط شکنجه‌گران و بازجویانش گفت: هرگز بابت آزاداندیشی و آزادی خواهی، پافشاری بر حق، طلب عفو از شبنهادان زمانه نخواهم کرد، بلکه مصممتر از قبل به راهم ادامه خواهم داد و به آنها متذکر می‌شوم که این شما هستید که باید از مردم طلب عفو و بخشش کنید.